با سلام علیکم و رحمت الله. به شما زور میگوییم تا به اخبارمان توجه بفرمایید. خواهش مایش هم نداریم، همینه که هست. اگر به اخبارمان توجه نفرمودید چنان بزنیم که چی بگو. نخستین خبر، طبق تحقیقات بین المللی افغانستان شادترین کشور جهان شد. این تحقیقات نشان میدهد که مردم این کشور چنان شادند که چی بگم. ما در همین رابطه یک تن از هموطنان شنگول را با خود در استودیو دعوت کردیم. بله، این هم سند برخبری که گفتیم. ببینید این هموطن ما چقدر شاد، شنگول، منگول و حبه انگورند. جناب بشه لطفاً چند دقیقه دست از این شادی بردارین؟ باور کن خیلی سخته. اصلا دست خود آدم نیه. وقتی که آدم شاد میشه دیگه نمیتونه خود رو کنترل کنه. خب شما معمولا چی وقتای کنترل خود از دست میدین و این رقم این حرکات قبیح هر انجام میدین؟ والا خودم شخصا هر وقت که میبینم ما به این کشور هیچ مشکلی، تکرار میکنم هیچ مشکلی به زندگی در این کشور نداریم. همینطور اتوماس شونه و گردن می شروع میکنن به ورج و فروجی. هی شونه بلرز گردن بلرز، شونه بپرون گردن بچرخون. خب الهی شکر. معمولا چی وقتای شما این رقم شاد و شنگولین؟ والا وقتی که میبینم ما مردم ما آنقدر سرن که حتی به دم نونوایی هم نمیآیند. رستوران تا خالی، سر سفره کس شیشته نیه. خب بچره، به خاطر که این مردم سره. اصلا هم خود چون وقتی که سر بشی میری نون بخری، به رستوران میری، اصلا به خونه خود سفره میندازی. نه دیگه، چره؟ چون سری. خب چی وقتایی بیشتر از همیشه شما شاد و شنگولین؟ آخ که دوباره یادم اومد. برادر یک چند لحظه دیگه هم خود رو کنترل کنین لطفاً. شده گاهی شما غمگینم بشین؟ والا خیلی وقته که بی کشور اصلا غم نبوده. اصلا ما دل ما به دو لقمه غم و درد تنگ شده. دل ما به دو لقمه عشق و گریه تنگ شده. یک سر شادی، یک سر خوشی، شونه بچرخون، گردن بچرخون، شونه بلرزون. بخی خسته کنه دیگه. گفتنی شما به مسئولین چیه؟ والا من از مسئولین خواهش میکنم کمی هم اجازه بدن که ما همین مزه غم و درد رو بچشیم. اصلا همین مزه غم و درد از زبون ما برفته. من حالا یادم نمیاد که همین غم ترش بود، شور بود، چی بود؟ شما نمیفهمین. مزه غم تلخه. مثل کاکائو 99%. بله، مثل کاکائو. البته من خودم تا حالا نچشیدم. اون روز به برنامه آشپزی دیدم. خب من از مسئولین خواهش میکنم برای یک بارم که شده اجازه بدن ما همی مزه غم و درد رو بچشیم. اصلا این همه طعم شیرین شادی زبان ما رو زخم کرده. تازه این همه طعم شیرین شادی ضرر هم داره، آدم مرض شکر میگیره. بله، امیدوارم مسئولین صدای شما رو بشنون. خیلی تشکر از شما. خواهش میکنم. و حال از شما تقاضامندیم به پیشبینی وضعیت شادی و نشاد طی 24 ساعت آینده در کشور توجه بفرمایید. با سلام به پیشبینی وضعیت شادی و نشاد کشور طی 24 ساعت آینده خوش آمدید. طبق پیشبینی سازمان شادی شناسی کشور طی 24 ساعت آینده، البته منظور من از شادی بوزنه نیه، بوزنه که دیگه سازمان نداره، منظور من سازمان شادی و نشاد کشور بود. بله میگفتم به پیشبینی وضعیت سازمان شادی شناسی کشور طی 24 ساعت آینده خوش آمدید. در این قسمت از کشور قراره که مردم از شادی چنان زیپک بزنن که احتمالاً هر نفر 3 کیلو چربی بکنن. به هر حال زیپک زدن خودی ورزشه. و در این قسمت از کشور هم پیشبینی شده که ملت از فرط شادی و خوشحالی چنان خنده میکنن که به خیر انشالله گرد کفک میشن که احتمالاً راهی شفاخانه شوند. مسئولین شفاخانه هم گفتند که آنها آمادگی های لازمه به خاطر بستری کردن کسانی که از شادی و خنده گرد کفک شدن را دارند. و همچنان مسئولین هم اعلان کردند که چندین اراده کاماز پر از گردهای تازه که از کشورهای همسایه وارد کردند در صورت نیاز در خدمت همشهریان عزیزی که از شادی و خنده گرد کفک شدن قرار دهند. و در این قسمت از کشور هم پیش بینی شده که مردم به غم فروشی ها هجوم برده و صف های دور و دراز تشکیل دادند تا 2 لقمه غم بخورن. غم فروشان میگویند که متاسفانه احتمالاً خورشت غم اینا زود تمام شود و به تمام صف نرسد. و در این قسمت از کشور هم ملت از این همه سیری و نشاط
خسته شده و علیه این همه شادی وارد شده به کشور دست به تظاهرات زده و در شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ ما سیریم ما کار به کار نداریم بزنند. این بود وضعیت پیشبینی سازمان شادی شناسی کشور طی 24 ساعت آینده. با تشکر از توجه شما.